های گایز، من لنا هستم. خیلی خوش اومدین به ریاکشن به موزیک ویدیو یه لابستر از سپی خلصه و سیجل. بریم و بیاییم تا ویدیوی امروزمون رو شروع کنیم. قبل از که بخوام ویدیو رو شروع کنم، اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردین حتما کانال رو سابسکرایب کنید، یه دونه کامنت انگلیسی بذارین سابسکرایبتون نپره، ویدیو رو لایک بکنید چون لایکتون خیلی خیلی برای من ارزشمند هستش، و اینکه نظرات خوبتون رو توی کامنت ها بنویسید. ببینیم که قرار این موزیک ویدیو چی باشه. خیلی دلم تنگ شده واسه خلصه، اون لش خوندنای باحالش. خب شروع میکنم ببینیم که قراره. آها بچه ها، از قبل یه تیکه هایی به من فرستاده بودن، میگفتن که دیسه به فدایی. من دوتا استوری از خلصه دیدم که رکورد نکردم، یعنی رکورد کردم ریاکشنمو ولی چون وقت نکردم که ادیت کنم نذاشتم. یه دونه اونی بود که تو همون خونده بود و یه دونه هم اون یکی بودش که با اونم همون بود، یه دونه حوله تنش بود. من دوتا رو ریاکت رفتم ولی میگم چون تایم نداشتم واقعا ادیت بکنم، الان فکر کنم دیگه تایمش گذشته اصلا نذارمش بهتره. ولی اون دوتا رو من تماشا کردم. اگر بخواین برای شما توی ویدیوی کوتاه میذارم توی کانال که هر دوتاشو داشته باشید، یه ذره الفاظ رکیک داره. ولی رو اون حساب بچه‌ها میگفتن که این موزیک ویدیو یه تیکه هایی داره به فدایی. پیش پیش تو ذهنم هست. بریم ببینیم که قراره چی باشه. اگه خیابون رو مت بکنم با سیجل گاد، اگه خیابون رو مت بکنم با سیجل گاد، بشین بگو داشین یه کف خیابونه، اگه پارتی میکنم کف خیابونه. باشه خنده بالی من یارو ترسن که آدم به قصص میکنه که میخواد بکشتش. شبیه این شخصیت منفیه فیلم وحشت بکن. چه کوله. اگه پارتی میخونم نگی شاکی نیستا، تا که میخوای بکنم تو پارک فریستل، تا که دنبال چخصا تا چارتا اینستا، میخوام مایه در رو برم توی چارتا لیستا، برم توی چارتا چی لیست. بچه ها خیلی خوب شروع کرد. اول اینکه لابستر یعنی خرچنگ، خرچنگ آبی میشه فکر کنم لابستر. و اینکه چی میخواستم بگم، آهان، اول اینکه چقدر لش و باحال شروع کرد، چقدر خوشگل ویدیو شروع شد، از سبک شروع شدنش خیلی خوشم آمد. گفت تا کی میخوای بکنم توی پارک فری استایل، شاید تیکه به فدایی باشه. ولی در کل اگر معنی اصلیش هم بخوایم بگیریم، این میشه که خب من تا کی میتونم توی پارک فری استایل، اینا برای من پول درآمد نداره. درسته که منو حالا مثلا دیس میکنین به خاطر اینکه من فان و مهمونی طور میخونم و اینا، چارت اینستا میخوام مایه درو برم توی چارت لیست، میخوام مایه درات میخونم نگی شاکی نیستا، اگه نمیخونم نگی شاکی نیست، ببخشید خیلی پاز کردم. پارتی میخونم نگی شاکی نیستا، تو چه میخوای بکنم تو پارک فریستل، تو که دنبال چخصا تا چارت اینستا، میخوام مایه درو برم توی چارت لیست، دکمه رو بزنم استارت چه تسلا، برم دور دور تا میکشه شارژ تسلا، آرزو برو بزنم تا که روشن تسلا الان خیلی رو بورسه. بعدم میداره میگه که من اون دوست دارم که پول داشته باشم، همه هم اینو میخوان. دمش گرم بالو. میخوام مایه در رو برم توی چهار تا لیستا، دکمه رو بزنم استارت چه تسلا، برم دور دور تا میکشه شارژ تسلا، آرزو داره که باشه مثل ما دادا، سوبرتری تو از پانچ تکستات، همین دیر سوبرتری تو از پانچ تکستات. کیو داره میگه؟ آخه اصلا فدایی که سوبر نیست، کی سوبره؟ آرزو داره که باشه مثل ما دادا، سوبرتری تو از پانچ تکستات، همین دیر رو 120 میلیون پول بی زبون رو دادم بالا میمون دارم. بچه چیز خریده بود، NFT خریده بود و فدایی. من اینا رو همه رو تون ویدیو رکورد کرده بودم که نذاشتم واسه تون. فدایی یه تیکه انداخته بود که در مورد این، اینو برای زنش خریده بود خلصه، و یه تیکه به اون انداخته بود که تو مثلا حالت زن ستیزی و اینجور چیزا بوده، حرفی که زده واسه یه ذره حرفش به نظر من یه کمی غیر منطقی میمن. ولی این داره این پک کلن آره الان فهمیدیم تیکست و فدایی چه، خودش هم داره خودش چیز بکنه دیگه. به سیجل فقط تو رو خدا نگاه قیافش قیافش خنده ای که میکنه خیلی خوبه.
تو کوبیده تو بزن با ریحون، یعنی من انقدر پول دارم که میرم این همه پول بی زبون رو میدم به خاطر یه NFT. اون وقت تو دل نمیخواد بیا واسه من سخنرانی کنی، یعنی سرم استراشت اطلاعه اون رستوران اینا هم داره میگه تو کوبیده تو بزن با ریحون. اگر تیکه چیزی هم به شعریه من نمیدونم، ولی این چیزی که من بهم دست دادیم من لابستر میمدم و میگو. آها بگو چرا اسمه تر، اگه لابستره همون خرچنگر، یعنی من غذاهای خیلی شیک و فلان میخورم و میپزم و اینا، تو حالا برو اون غذای معمولی خودتو بزن. کوبیدن که خوبه، الان تو ایران خیلی کوبیده خوبه. گوگل میشه حاجی پارتی، دولت تکس میده میگه سفی مالی یا چی، باید تکس رد کنم، بدبخ شدم ولی باید اک کنم جلو دافیاتی. وای چقدر خوب بود، میگه که انقدر پولدار شدم، کجا مستو که انقدر پولدار شدم که شهر از طرف دولت برای من تکس چیز میاد، مالیات منظورشه، مالیات میاد روی حساب که دارم خونه حالا هر چیزی که هست. جلو دافیاتی اگه پارتی میکنن صداش لشتره با هنگام بجنم، جلو دافیاتی اگه پارتی میکنن اینو پارتی با هنگام به جهال آتی، یا میخوام بزننم با تیر ولی سیاوش رد شد از آتیش نمیترسه میخوان بزننم با تیر. حالا به خاطر اینکه سبکی که دارم میخونم سبک پارتیه و باعث میشه آدمو خوشحال بشه، من این سبکم دوست دارم، به نظرم هر دو تا قشر لازمن واسه این سبک موزیک. بعد میگه که مثل سیاوش رد شدم از آتیش، سیاوش رد شدم از آتیش یه چیزه، یه تیکه از شاهنامه است که دقیقا همین تیکه رو میگه. سیاوش نه یه آتیش یادم نمیاد، یه آتیشی درست میکنن که مثلا اون بکشنش، یه اتفاقی میفته، ولی مثل حضرت ابراهیم که آتش گلستان میشه واسش، ولی این آتش گلستان نمیشه. نمیدونم چه جوری میشه که رد میشه از آتش، ولی این داره تیکه ادبی میندازه به همچین چیزی. چجوری مخش رسیده به اونجا و موندم پارتی میکنن اینو پارتی با هنگام به جهال آتی، یا میخوام بزننم با تیر ولی سیاوش رد شد از آتیش. نمیترسه سیاوش، تقصیر خیلی مثبته، سیاوش رد شد از آتیش. نمیترسه میخواد بره جلو ولی نمیارزه، نمیترسه اگه یه رو بره منفش سپی خسته، آره اگه بره منفش سپی خسته. وای تصویرش چقدر چیز بود، چقدر خوندن خلصه رو من دوست دارم. سیجل چه تیکه ای میخونه؟ اگه پارتی میکنن اینو پارتی با هنگام دیگه شده عادی، یا میخوام بزننم با تیر ولی سیاوش رد شد از آتیش. نمیترسه میخواد بره جلو ولی نمیارزه، نمیترسه اگه یه رو چقدر ویدیوهای باحالی گرفته. تا که خیابونو متر بکنم، تا که بشینم صبح تا شب چت بکنم، روی آدزای تخمی هی بت بکنم، همش گیج بخورم انگاری ورتیگو، همش گیج بخورم. هم منظور حالت مست بودن و گیج بودن اینا رو میگه. بعد میگه تا که اینجور کارا رو بکنم دیگه، یعنی اینو واسه من اون چیزی که میخوام در میاد. روی آدزای تخمی هی بت بکنم، همش گیج بخورم انگاری ورتیگو، رپ اجتماعی کست شهر دایی، چون که بچه شهر کلاس مبصر و گای تو که سو بچه مثبت کلاس مبصر و فلان کرد. کیو داره میگه مبصر رو به بچه های ملتفت میگفتن مبصر. یه بار بچه ها آره فکر کنم یه باری سر یه سری چیزایی که شنیده بودم این بود، نمیدونم شاید هم نگو نمیگفتن. چرا من فقط از آدم سوبر مثبت رپ فارس فقط یاست تو ذهنم میاد که همه هم دوستش دارم، ولی آخه چرا اینا برای چی بیان؟ نه فداییه، ولی چرا سوبر میه؟ کست شهر دایی، چون که بچه شهر کلاس مبصر و گای تو که سوبری خودتو به مستی نزن، بیا بعد مستم ندارم ترسی از مگه فدایی خوشو زده به مستی؟ بری خودتو به مستی نزن، بیا بد مستم ندارم ترسی ازم. میدونی چند نفر با صدام جون گرفتن، تنهایی در اومدن توی چشم الان، چند نفر کار مدیونم، گوشت حلال بودن ازشون وگیو زدم. عالی بود میگه میدید چند نفر با آهنگای من فاز گرفتن رفتن، حالا الان به جاهای بالا رسیدن. خب اونایی که سبک اجتماعی میخونن بیشتر من از مشکلات میخونن، و طرف وقتی که گوش میده حالا دید اجتماعیش باز میشه، ولی اونایی که حالا
میان آهنگای شاد و انگیزشی اینجور چیزا میخونن به طرف روحیه میدن، انگیزه میدن و بره بالا. میگم همچنان کاملا موافقم که دوتاش به نظر من لازمه و اصلا لزومی نداره که بخوان همدیگه رو دیس بکنن، ولی خیلی خوبه خوش اومده زدم نمیتونه بده هیت هیت فقط میگه میرسی هیچ فیت اینکه یه ایرونی تو کار تیمی بده میگه فقط میگه فیت خودش ترک تک نداره اینجا هم دیگه تیکه فقط میگه میرسی هیچ فیت اینکه یه ایرونی تو کار تیمی بده دیگه قور نزن اوزام کیری و ان اگه یه ایرانی تو کار تیمی بده پس دیگه قور نزن که حالا اوضاع جامعه همون بده، یعنی حالا منو شاید مسخره کردن احتمالاً به خاطر اینکه سیجل زیادی فیت داده با همه احتمالاً. من ترک تک از سیجل تا حالا خودم به شخصا نشنیدم، ولی داره مثلا میگه شما که انقدر ادعای اجتماعی بودن اینا میکنین پس چرا میگین این ویژگی رو که مثلا ما داریم تیمی کار میکنیم میبرین زیر سوال؟ ایرونی تو کار تیمی بده دیگه قور نزن اوزام کیری و ان اگه پارتی میکنن اینو پارتی با آهنگام به جهال عادی یا میخوام بزننم با تیر ولی سیاوش رد شد از آتی نمیترسه میخواد بره جلو ولی نمیارزه نمیترسه اگه یه رو بره محفش سپی خرسه. اینجا متوجه نمیشم که چیه میگه، میگه نمیترسه میخواد بره جلو ولی نمیارزه، یعنی میخواد چیکار کنه که نمیارزه؟ بعد اونجا میگه که اگه یه روز سپی نباشه هیچ اتفاقی نمیفته. آهان، یعنی شاید میگه اگر من بیام برم تو این خط شاید یه اتفاقایی برای من بیفته و حالا من هر چیزی که دارم از دست بدم. او شاید دارم بچه اگه منظور این تیکر رو متوجه میشه اگه یه بره محفش سپی خرسه اگه بره محفش سپی خرسه. چقدر چیلو خوب بود این ترک، چقدر موزیکشو دوست داشتم، فلو بیت و قیافه آخرش خوب بود. چی الان قیافه آخر خلصه رو داشته باشید؟ خدافزی که الان قیافه آخر سیجل رو داشته باشید. آخر جی شکلی خیلی خوب بود، عالی بود، عالی بود، خیلی خوش آمد از این ترک و یه سبک باحالی داشت، یه حالت چیل آرومه. به نظرم دیس بود کاملا دیس بود، ولی خب دیس خیلی چیزی نبود، خفن این که بخوان خیلی حرف رکیک بزنن نبود، ولی قشنگ دیس ملایم نرمی بود که جواب یه سری چیزا رو داده بود. خیلی حال کردم بچه ها، مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین، امیدوارم شما هم کنار من از تماشا کردن ویدیو خوشتون اومده باشه. خب آهان، اگر کانالمو دوست داشتین کانال رو سابسکرایب کنید، کامنت انگلیسی بذارید، سابسکرایبتون نپره، ویدیو رو لایک بکنید چون لایکتون خیلی خیلی منو خوشحال میکنه و ما متوجه میشم که از کدوم خواننده ها کدوم ویدیوها بیشتر دوست دارین و اینکه نظراتتون رو توی کامنت ها بنویسین. یک دو سه پوبون و دوست عزیزم مرسی که فرستادین، من توی کامنت ها دیشب نشستم چک کردم لینک رو پیدا کردم، حتما این هفته بهش یک میرم ببخشید که هنوز ویدیوش آپلود نکرده یا که بچه نوشته بود که چقدر صبر داری تو، خدا به صبر ایوب بده. بریم ببینیم که یک دو سه پوبون هم چیه، همین امروز فردا آپلودش میکنم، الان رکورد میکنم یک دو روز دیگه آپلود میکنم. خیلی دوستتون دارم، شبکه‌های اجتماعی رو هم حتما دنبال بکنید و امروز این هفته بهتون قول میدم که میخوام یک عالمه پادکست درست بکنم و پادکستام یک کتاب پیدا کردم، این کتاب رو یکی از دوستان به من داد که اسمش هست سلام خانم رنگین کمان. این کتاب نامه های عاشقانه یغما گلرویه به کسی که دوستش داشته، به حال معشوقش، نمیدونم که ما اضافش کردن یا نه چون من نمیشناسمش زیاد، ولی خیلی دوستش دارم و دوست دارم که اینو پادکستش بکنم. پادکستاش قطعا زیاد میشه، قسمت میشه به بچه هایی که دوست دارن از اینجور سب ویدئوها و موزیک ها گوش کنن. حالا من میخوام اینا رو روی ساوندکلاود هم منتشر کنم، براتون لینکاش اینا رو میذارم، اگر دوست داشتین میتونید اونجاها فالو کنید. حالا هنوز شروع نکردم، دارم پیش زمینه سازی میکنم و یه تیکش آخرش که اینجا نوشته رو میخونم و ویدیوی امروزمون رو تموم میکنم. برای تو که تمام منی، میخواهم بنویسم به تعداد تمام دانه های برف که از آسمان فرو می‌ریزند دوستت می‌دارم. منم خیلی دوستتون دارم به اندازه تمام دونه های برفی که از آسمان می‌ریزه. امیدوارم که از ویدیوهایی که سبک پادکستی داره در آینده خوشتون بیاد و فالو کنین و ادامه بدین. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه. اول از همه پولدار شید و بعد
خوشبخت باشید. خداحافظ.